به نام خدا فصل ششم رو از کتاب فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی البته مشترک است بین رشته ریاضی و تجربی این فصل با عنوان امواج الکترومغناطیس شروع میکنیم خب همتون با امواج مکانیکی قبلا آشنا شدید یعنی ما در یک تقسیم بندی کلی امواج رو به دو دسته تقسیم میکنیم امواج رو به دو دسته مکانیکی و الکترومغناطیسی الکترومغناطیسی تقسیم میکنیم امواج مکانیکی امواجی هن که برای انتشار به محیط مادی نیاز دارند یعنی بدون محیط مادی نام منتشر نمیشن امواج الکترومغناطیس به محیط مادی برای انتشار نیاز ندارند در واقع اینها به محیط مادی نیاز دارند ینها به محیط مادی نیاز ندارند ما تقریبا از امواج مکانیکی موجهایی رو که مهم هست بررسی کردیم مثل موج صوتی مثل موجی که در یک سطح دو بودی مثل ظرف آب تشکیل میشه مثل موجی که در تناب یا در فنر تشکیل میشه ها رو بررسی کردیم فرمول هاشون رو با هم مطالعه کردیم الان میخوایم بحث امواج رو با موج های الکترومغناطیس پایان بدیم در واقع فصل پایانی پایانی است بر اون مباحث امواج در کتاب فیزیک پیش دانشگاهی خب همه شما با امواج الکترومغناطیس و کاربردهاشون آشنا هستید دوستان اشاره کردن بعضی از کاربردهای های امواج الکترومغناطیس رو در موبایل وایرلس و ماکروویو که اخیرا در آشپزی استفاده میشه سند و ارسال و دریافت امواج ماهواره‌ای و کاربردهای های بیشماری که در زندگی شما داره الان کسی رو شما نمیبینید که یک گوشی تلفن همراهی در دستش نباشه اما مهمترین موج الکترومغناطیسی رو اگر من بخوام براتون نام ببرم شاید بتونیم نور رو نام ببریم نور یکی از در واقع شاید هم به نوعی مهمترین موج الکترومغناطیسه که همه ما میشناسیم اما داستان امواج الکترومغناطیس از کجا شکل میگیره و دوره زمانیش مربوط به خیلی وقت پیش هست اما نخستین دانشمندی که در این مورد خیلی تحقیقات مفصلی انجام داد مایکل فاراده بود مایکل فاراده که بعدا تحقیقاتش توسط مکسول کامل شد مایکل فاراده یه نظریه داره که شما سال سوم دبیرستان در کتاب فیزیکتون با این نظریه آشنا شدید به نام قانون القای فاراده قانون الغای فاراده میگوید که پس من یه اشاره کنم مقدمه ای دارم میگم راجع به اون چیزی که به امواج مربوط میشه بحث قانون فاراده رو فارادی میگوید اگر در بخشی از فضا اگر در بخشی از فضا اگر در بخشی از فضا میدان الکتریکی تغییر کند حالا میدان ال... ببخشید شارژش داشت تموم میشد من اگر در بخشی از فضا میدان مغناطیسی تغییر کند میدان مغناطیسی رو با بی نشون میدیم تغییر کند چی تولید میشه در فضا ای یعنی میدان الکتریکی تولید میشود بی نماد میدان مغناطیسی و این نماد میدان الکتریکی است بعد ها ماکسول اومد روی نظریه کار کرد و تکمیلش کرد پیشبینی ارائه داد که به نام خودش به عنوان قانون ماکسول شناخته میشه ماکسول من عین جمله ای رو که ماکسول در واقع از ماکسول نقل شده در کتاب شما اینجا میارم ماکسول میگه که همان گونه ببینید پس من عنوان رو بنویسم قانون ماکسول قانون ماکسول همان گونه که در واقع ماکسول رو پیش کرد تغییره B یعنی میدان مغناطیسی باعث تولید ای می شود خب تغییر ای نیز یعنی تغییر میدان الکتریکی منجر به تولید بی خواهد شد همان گونه که تغییر B باعث تغییر تولید E می شود تغییر E نیز منجر به تولید B خواهد شد در واقع اگر من بخوام قانون ماکسول رو بگم همین تیکه دوم یا همین قسمت دوم به عنوان قانون ماکسول شناخته خواهد شد در واقع ماکسول جملهش رو اینجوری گفت گفت که تغییرات میدان الکتریکی در فضا منجر به تولید میدان مغناطیسی خواهد شد این سر منشأ این بحث امواج الکترومغناطیس هست خب اما امواج الکترومغناطیس چگونه تولید می شوند بیاین راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم تولید امواج الکترومغناطیس من اجازه می خواهم که الکترومغناطیس رو با EM نشون بدم شکلی که می بینید بریده ای از شکل های موجود در کتاب درسیتون هست اساس تولید امواج الکترومغناطیس حرکت ذرات باردار به صورت شتاب داره من این جمله رو می نویسم عامل اصلی ایجاد امواج الکترو ذرات باردار شتابدار هستند خوب دقت کنید ذرات باردار شتابدار حالا ذرات باردار شتابدار چگونه میتونن این کار رو برای ما انجام بدن روی این شکل من براتون یه مقدار توضیح میدم ببینید من یه میلی رو خب یک میله فلزی رو به یک منبع موج منبع ولتاژ سینوسی وصل کردم در حال حاضر این شکلی که میبینید لحظه صفر رو نشون میده قسمت بالایی به قطب مثبت وصله قسمت پایینی به قطب منفی وصله این منبع تغذیه سینوسی وظیفش این است که بر اساس یک تابع سینوسی جای های مثبت و منفی رو عوض کنه در مدار الان قطب مثبت رو شما بالا میبینید قطب منفی رو پایین میبینید همونطور که سال سوم خون... یعنی در واقع تجمع اه... حالا این قطب های مثبت و منفی که من میگم شما اه... تجمع بارهای مثبت رو در قسمت بالای میله و تجمع بارهای منفی رو در قسمت پایین میره میبینیم جهت میدان الکتریکی از بارهای مثبت به بارهای منفیه با این فلشی که نشون داده شده خب این آرام آرام شروع میکنه جای, قطب... جای بارها رو عوض میکنه یعنی قطب‌ها که عوض میشه بارها هم جاشون عوض میشه خب کم کم میبینید قدرت میدان کم میشه این فلش طولش بیشتره مربوط به وقتی بود که بیشترین بار الکتریکی منفی در پایین و بیشترین بار الکتریکی مثبت در بالا بود آرام آرام قطبها جاشون عوض میشه بارهای منفی میرن بالا بارهای مثبت میان پایین بنابراین جهت میدان الکتریکی هم عوض میشه اگر ما در زمان در به صورت وابسته به زمان جای قطبای مثبت منفی رو عوض کنیم میبینیم یک موج الکتریکی در فضا به وجود میاد که این موج الکتریکی در واقع همون میدان الکتریکی متغیره پس قدم اول این شد که من این توضیح رو که میخوام بدم فعلا مربوط به موج الکتریکی بگم تولید موج ای ام یا همون الکترومغناطیس در آنتن خب. یک آنتن از یک میله فلزی که در <تصفح> وسط آن یک منبع تقضیه یعنی منبع تقضیه منظور همون منبع ولتاژ هست متناوب متناوب سینوسی قرار دارد آنتن از یک میله فلزی که در وسط آن یک منبع تغذیه متناوب سینوس قرار دارد تشکیل شده است با تغییر جای قطب های منبع تغذیه یک میدان یک میدان الکتریکی چی؟ میدان الکتریکی تناوبی در فضا تولید میشه که توضیح دادم اول یه طرف این میل مثبت یه طرف دیگهش منفیه میدان الکتریکی به طرف پایینه بعد وقتی که جای قطب ها عوض میشه این میدان به طرف بالا میره و کم کم این میدان الکتریکی سینوسی در فضا منتشر میشه خب حالا بیایم سراغ قانون ماکسول اگر یادتون باشه قانون ماکسول میگفت چی میگفت تغییرات میدان الکتریکی در فضا باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه خب یادآوری کنید قانون ماکسول رو بر اساس قانون ماکسول میدان الکتریکی متغیر با زمان میدان چی تولید میکند؟ میدان مغناطیسی تولید میکند بچه ها این میدان مغناطیسی هم متغیر با زمان که متغیر با زمان و همفاز با میدان الکتریکی است خوب دقت کنید متغیر با زمان و همفاز با میدان الکتریکی است به این شکل دقت کنید شکلی که الان نشونتون میدم این شکل کامل شده یه انتشار یک موج الکترومغناطیس در فضایه همونطور که میبینید یک منبع تغذیه متناوب در وسط این میله قرار داره باعث میشه که جای بارهای مثبت و منفی عوضش مدام یعنی بارهای مثبت و منفی حرکت شتابدار داشته باشند نتیجه این کار این است که خطوط قرمز رنگ یعنی میدان الکتریکی به وجود میاد بر طبق قانون مکسول با توجه به اینکه خطوط قرمز رنگ میدان الکتریکی هستند و میدان الکتریکی هم داره با زمان تغییر میکنه خطوط آبی رنگ تولید میشه که خطوط آبی رنگ نشان دهنده میدان مغناطیسی است این شکل نمای بسیار کاملی از تولید و انتشار امواج الکترومغناطیس رو به ما نشون میده من نکته دیگری راجع به تولید و انتشار امواج الکترومغناطیس به ذهنم نمیرسه فقط نکات مهم رو اگر بخوام یک بار فهرست بار بگم برای بحث انتشار و تولید امواج الکترومغناطیس پس نکات مهم نکات مهم نکات مهم چی بود یک ذرات باردار شتاب دار عامل اصلی تولید امواج الکترومغناطیسی هست این یه نکته نکته دوم نکته دوم این که امواج الکترومغناطیس در حقیقت میدانهای الکتریکی و مغناطیسی متناوب متناوب سینوسی هستند که به صورت همفاز و عمود بر یکدیگر در فضا منتشر می شوند راجع به امواج الکترومغناطیس تقریبا نکات مهم گفته شد باز اگر نکته دیگری بود من در درس بعد انشالله این رو کاملش می کنم خب تا همین همینجا کفایت میکنه خدا نگهدار